سلام همه دوستای عزیزم، حسن غفاری هستم با یک آموزش دیگه. امروز میخوام درباره اتولاگان، لاگین خودکار ویندوز، زمانی که ریستارت میشه و میاد بالا از شما یوزر و پسورد رو میخواد. اما خب گاهی اوقات ما نیاز داریم بعد اینکه این اتفاق میفته ما بدون وارد کردن یوزر پسورد سیستممون به صورت خودکار لاگین کنه و بیاد به صفحه دسکتاپ. چرا؟ چون یه سری تسکا رو ما گذاشیم تو استارتاپ تا اجرا بشه و نیاز داریم یه تایم این اتفاق بیفته. خب برای این کار ابتدا بریم یه سرچی بزنیم ببینیم که خود مایکروسافت چی میگه. اوتو لاگ آن این ویندوز، من سرچ میکنم و میرم به سایت مایکروسافت. ببینید توی این قسمت کامل توضیح داده، میگه از قسمت ران بیایید رج ادیت رو بزنید و برید تو رجستری این قسمت این موارد رو ایجاد بکنید و داخلش یوزر پسوردتون و یه دونم اصطلاحاً اوتو ادمین لاگان ایجاد بکنید و مقدارش رو 1 قرار بدید توی رجستری. اما خب هر کسی شاید نتونه این دستورات رو کامل انجام بده و یه سری ایرادها وجود داشته باشه که اصلا کاری به این موضوع نداریم. اما راه ساده تر چیه؟ کافیه فقط توی مرورگرتون سرچ کنید اوتو لاگ آن سافتور. اوتو لاگ آن سافتور. این رو سرچ بکنید، باز خود مایکروسافت اومده یک نرم اپلیکیشن اگزه بهتون پیشنهاد داده و میگه با دانلود این اپلیکیشن اگزه شما به راحتی میتونید این کار رو انجام بدید. زمانی که این رو دانلود کردید و بازش که بکنید سه تا اپلیکیشن رو میبینید، نسخه 64A، 64 و این که هم به صورت حالا بدون عدد هست همون 32 بیتی یا X86 همون هست. خب من 64 بیتیش رو باز میکنم. خودکار اومد فهمید که اصطلاح یوزر جاری من چیه، دامین نیم من چیه که لوکال به حساب میاد و میگه پسوردت رو وارد کن. بعد از اینکه این کار رو انجام بدید نیبر رو که بزنی بعد از هر ریستارت به صورت خودکار سیستمتون لاگین میکنه و بدون هیچ مشکلی این اتفاق خواهد افتاد. امیدوارم از این آموزش نهایت استفاده رو برده باشید. خسته نباشید.